سال 2003 فقط 20% از مردم میتونستن از طریق گوشیشون به اینترنت متصل بشن. حالا بعد از 20 سال این آمار به 91% رسیده. یه آدم بالغ چیزی حدود 11 ساعت تو طول روز با گوشیش تعامل داره. 71% مردم گوشیشون رو هرگز خاموش نمی کنن. 31% اعتراف کردن که هیچ اختیار و کنترلی روی استفاده کردن از گوشیشون ندارن. 17% از والدین بیشتر از فرزندشون با گوشی موبایلشون کار می کنن. علم که پشت این آمارهاست واقعا می تونه ترسناک باشه. در ادامه این ویدیو می خوایم نتایج تحقیقاتی رو بررسی بکنیم که به ما میگه چرا و چطوری استفاده کردن از موبایل میتونه ما رو ناراحت، بی‌حوصله و بی‌تمرکز کنه و چرا ما بدون موبایلمون نمیتونیم جایی بریم و بعد نتیجه گیری میکنیم که آیا از نظر پزشکی ما به گوشی موبایل اعتیاد داریم. اول اینکه گوشی با مغز شما چیکار میکنه. همه ما تقریبا یه چیزی درباره انتقال دهنده های عصبی مغزمون یعنی دوپامین کم و زیاد یه چیزایی شنیدیم که باعث خوشحالی و نشاط و مهمتر از همه عامل اصلی انگیزه در ماست. به طور مثال در جریان یه تحقیق واقعی یه موش آزمایشگاهی که دستکاری شده که دوپامین تولید نکنه رو گرسنه گذاشتن و بعد در حالی که غذا رو توی یه قدمش گذاشتن موش هیچ تلاشی برای خوردن اون غذا نمی کنه و تا سرحد مرگ گرسنگی می کشه. پس اگر دوپامین نداشته باشید نه از غذا لذت می برید، نه از ارتباطات، نه از هیچ فعالیت اجتماعی. از هیچ چی لذت نمی برید و هیچ انگیزه‌ای در شما هم پیدا نمی شه. حالا هر بار برای شما نوتیفیکیشن روی گوشیتون میاد، به یه ویدیو توی اینستاگرام می خندید یا یه فالوور می گیرید، مغز شما اینا رو جایزه در نظر می گیره و باعث ترشح دوپامین می شه. پس موبایل شما یه منبع بی نهایت دوپامین برای مغزه. حالا اینکه توی زمان کمی بین هزاران صفحه اسکرول میکنید و ویدیوهای فان میبینید و یا توی گروپ چت های بزرگ و کوچیک با دوستاتون وقت میگذرونید، توی همه این حالت ها شما بدون گذاشتن زمان زیاد یا بدون بیرون رفتن از خونه برقراری ارتباطی اجتماعی این حس خوشایند و پر انگیزه رو به دست میارید. فقط کافی گوشی دستتون باشه. طبق تحقیقات این موضوع میتونه باعث افسردگی، ناراحتی و بی‌حوصلگی شما تو زندگی روزمره‌تون بشه. چطوری؟ چون ما داریم به طور مداوم در کمترین زمان و کمترین زحمت مقدار زیادی دوپامین دریافت میکنیم و این باعث میشه اکثر جنبه‌های دیگه زندگی هیچ هیجانی رو در مقایسه با اون مقدار دوپامینی که داریم دریافت میکنیم و تو مغز ما تولید نکنه. همچنین تحقیقات جدید نشون میده که گوشی به شدت گستره توجه ما رو کاهش میده و ما خیلی راحت تمرکزمون رو روی مسائل مهمتر از دست میدیم و موضوع بدتر این که اینها همه باعث میشن تو نتیجه مسائل به رضایت دلخواهمون نرسیم. دانشمندان اسم این اتفاق رو دیلی دیسکاونت میذارن. به زبان ساده یعنی از طریق آزمایش ثابت شده کسایی که خیلی با گوشی کار میکنن فکر میکنن ارزش جایزه با هرچی بیشتر شدن انتظار برای اون جایزه به شدت کاهش پیدا میکنه و این انقدر زیاد میشه که در نهایت به بیماری آنهدونیا ختم میشه. البته اگر درست تلفظ کرده باشم، یعنی ناتوانی در لذت بردن از هر چیزی. تو تحقیقی که سال 2018 انجام شده نشون میده کسایی که 7 ساعت یا بیشتر با گوشی موبایلشون کار میکنن در معرض افسردگی و استراب قرار میگیرن و توی نوجوانا نشون میده که 71% اونها بیشتر در خطر ریسک افسردگی ناشی به خودکشی قرار میگیرن و جالبه بدونید که اشتیاق در ارتباط فیس تو فیس در این افراد بسیار پایینه. هرچی بیشتر با اینستاگرام کار میکنیم خودمون رو با افراد مختلف بیشتری مقایسه میکنیم و حس اینکه از یه چیزی جا موندیم یا یه چیزی رو داریم از دست میدیم توی ما خیلی بیشتر میشه. اسم این یه بیماریه به اسم FOMO به معنی Fear of Missing Out که همین باعث میشه شما بیشتر بخواین گوشیتون و صفحه های اجتماعیتون رو چک کنین و همینطور که گفتیم گرفتن دوپامین زیاد از چک کردن نوتیفیکیشن و یا گرفتن فالوور و اینجور چیزا. همین یه چرخه رو میسازه که بهش میگن فیدبک لوب که نتیجهش استراب، افسردگی و بیتمرکزی میشه. حالا کار کردن با گوشی باعث ناراحتیتون میشه؟ شما بگید. میرسیم به نتیجه گیری بخش دوم که گوشی اعتیادآوره؟ بله. باید بگم که پزشکا معتقدن که دوپامین و ترشحش به شدت اعتیادآوره و همونطوری که گفتم گوشی همراه شما یه منبع بی نهایت دوپامینه. سورس این ویدیو رو توی کپشن ویدیو براتون میذارم. اگر دوست داشتین به منبع و سورسش هم سر بزنید و نظرتون رو راجع به ویدیو بگین. از اونجایی که دغدغه خودم همیشگی هست و دوست دارم که راجع به این چیزا بیشتر بخونم و بیشتر بدونم، به خاطر همین دوست دارم که برم سراغ ساختن این ویدیوها و اطلاعاتمو
در اختیار شما بذارم. اطلاعات خودم که در واقع نه، ولی چیزهایی که میبینم رو بیام و باهاتون شیر بکنم. نظرتون توی کامنت ها حتما بگین و منتظر ویدیو بعدی باشید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.